داستان زندگی فریبا، زن فریبکار. در این داستان میشنوید که چگونه دختر با یک مرد ازدواج میکند، صاحب فرزند میشود، بعد خیانت میکند و در نهایت فرار مینماید. فریبا 15 سال قبل با خانوادهش قاچاقی از افغانستان به ایران میرود. پدرش به این امید که در ایران زندگی آرام و بدور از جنگ را آغاز کند. با صدها مشکل و تنگدستی بالاخره توسط یک قاچاقبر به ایران می رسند. قبل از آمدنشان به ایران یکی از دوستانشان وعده می دهد که نصف پول قاچاقبر را من می دهم. پدر فریبا نصف پول قاچاقبر را تحویل می دهد، اما وقتی به آن دوست خود زنگ می زند او جواب نمی دهد. بالاخره خانواده فریبا نزد قاچاقبر کرد گروگان می ماند. آن قاچاقبر هشدار می دهد که اگر پولم را ندهید شما را به نیروهای امنیتی تسلیم می دهم یا دوباره به افغانستان اخراجتان می کنم. پدر فریبا حیران می ماند که چی کند؟ در همین هنگام یک مرد جوانمرد افغانستانی پیدا می شود و نصف پول قاچاقبر را می دهد و خانواده فریبا را از بند آزاد می کند. آن جوانمرد رسول نام داشت و در ایران کارش از رونق خوب برخوردار بود. داش خشتپزی داشت و در ضمن گروهی از کارگران ساختمانسازی افغانی را رهبری می کرد. رسول برای خانواده فریبا کمک اقتصادی نمود و برای پدر فریبا کار پیدا کرد. خانواده فریبا از اخلاق و جوانمردی رسول خوششان آمد. در کنار اینها رسول مصارف تداوی فریبا را هم پرداخت. فریبا دختر لاغر بود و مرض توبرکلوز داشت. پس از گذشت یک سال خانواده فریبا بر رسول پیشنهاد دادند که در بدل این همه نیکی و جوانمردی ارد چیز دیگری از ما ساخته نیست. اما اگر دوست داری خیلی خوشحال می شویم که با دخترمان ازدواج کنی. رسول این درخواست را پذیرفت و گفت که اگر فریبا راضی باشد من راضیم. فریبا نیز راضی بود چون رسول از امکانات خوب برخوردار بود، صاحب خانه و موتر بود و کاروبارش رونق داشت. رسول و فریبا ازدواج کردند. فریبا دختر قدپخش، لاغر بدهیکل و ویزویزی بود. بابینی حرف می زد و دماغی و از خود راضی بود. رویش نان خاصوار دراز، پاهایش مین و چهار اندامش پوچ بود. در زمین اینها قرتکی و جرتکی بود. بعد از عروسی موهایش را تا بیخ گوشش کوتاه کرد و این گونه کاملا مسخره معلوم شد. رسول آدم زحمتکش، چارشانه و باهمت بود. بعد از عروسی با فریبا تمام خرچ و مصرف خانواده 5 نفری فریبا را میبرد. یک سال از عروسیشان گذشت. در این یک سال رابطه فریبا با رسول صمیمی بود. فریبا در افغانستان تا صنف 5 مکتب رفته بود. رسول با تلاش‌های فراوان زمینه مکتب رفتن فریبا را مساعد ساخت و در ضمن او را در کورس خصوصی شامل ساخت. فریبا را دست به هیچ کار زدن نمی‌ماند. فقط می‌گفت درس بخوان و پیشرفت کن. کارهای خانه‌شان را یک خانم همسایه در بدل پول انجام می‌داد. پس از آن که فریبا شروع به مکتب رفتن کرد، اندک اندک از رفتار و کردارش گرفته تا طرز لباس پوشیدنش تغییر نمود. در مکتب با چند دختر بدکاره ایرانی آشنا می شود. آنها فریبا را براهای بد تشویق می کنند. از نوستالوژی حرف می زنند، فریبا را تشویق به نوشیدن، سیگار کشیدن و لذت بردن از زندگی می کنند. فریبا چون از همان نوجوانی چوچلیباز بود، بسیار به راحتی تحت تأثیر حرفای آن دختران همکلاسیش قرار می گیرند. آنها فریبا را به پارتی های روزانه دعوت می کنند. پارتی هایی که در آن نوشیدن، کشیدن، رقص کردن و کارهای دیگر است. فریبا چون در تخار بزرگ شده بود، با دیدن این چیزها هیجان زده می شود. با مرور زمان لهجه تخاریش با لهجه ایرانی مخلوط می گردد و حرف زدن عجیب و غریب را به خود می گیرد. همنشینی با دختران سرمست و بیباک ایرانی بالای فریبا تأثیر عمیق می گذارد.
به نوشیدن و سگریت کشیدن روی می آورد و عاشق رقصیدن می شود. دختر قشلاقی که تازه با این نوع آزادی ها مواجه شده بود خود را گم کرده بود. اندک اندک پرتی رفتن روزانهش به شبانه کشید. دوستان ایرانیش با ظاهر آراسته با حجاب نزد رسول همسر فریبا می آمدند و از او اجازه می گرفتند تا فریبا را بگذارد امشب با آنها برود که مهمانی دخترانه دارد. رسول ساده دل هم قبول می کرد و اجازه می داد. رفته رفته فریبا با دیگران ارتباط نامشروع برقرار کرد. دوستانش تشویقش می کردند که از همسرت جدا شو. برش می گفتند تنهایی بهتره بابا. وقتی تنها باشی می تونی با همه باشی. حال کن، ول کن بابا این پیوندهای مسخره رو. این حرفا برای فریبای مکار و تازه به دوران رسیده پروبال می داد. در همان ایام فریبا حامله شد. می خواست کودکش را سقط کند. اما مادرش مانع این کار شد. پس از مدت صاحب یک دختر شد. شوهرش رسول خیلی خوشحال بود. رسول همسر و دخترش را خیلی دوست داشت. پس از اینکه دخترشان یک ساله شد، فریبا بدخلقی را آغاز نمود. خانه پدر و مادرش می رفت و هفته ها به خانه همسرش نمی آمد. هیچ دوست نداشت با همسرش هم بستر شود. بدون اجازه رسول خانه دوستان ایرانیش می رفت و حتی شبها گم می بود. دخترکش را نزد مادرش می گذاشت. همیشه سر و صدا می کرد که طلاق می دید. رسول به خاطر که فریبا را دوست داشت، این همه بدخلقی های او را تحمل می نمود. کار حتی به جای رسید که فریبا نزد پلیس شکایت کرد که شوهرش رسول او را کتک می‌زند. پلیس پس از تحقیقات سند و شواهد نیافتند و دیگر اینکه اخلاق رسول به تمام مردم محل معلوم بود که شخص بی آزار و دور از خشونت بود. وقت دیوانگی‌های فریبا زیاد می‌شود، رسول به خانواده فریبا می‌گوید که به خاطر خوشی و راحتی فریبا محاضر استم که طلاق بدهم. پدر و مادر فریبا قبول نمی کنند. می گویند نه، این خیلی زشت است. فریبا از شوکات خارج شده و اگر او طلاق بگیرد ما پیش خیش و قوم روی نمی داشته باشیم. رسول می گوید من دیگر کار نمی توانم. هرچی خواسته برایش آماده کردم. حالا بیش از این نمی توانم که مانع خواسته هایشم. چون دوستش دارم آزاد است، هر طوری که راحت است باشد. با من یا بی من. سال 2014 فرا می رسد. اوج مهاجرت مردم از ایران و افغانستان و دیگر کشورهای خاورمیانه به اروپا است. دوستان ایرانیش فریبا را تشویق می کنند بیا بریم اروپا. تو می توانی کسی خوب بدهی. بگو که زیر ظلم و ستم همسرم بودم و از دستش فرار کردم. فریبا هم قبول می کند و با دخترک خود فرار می کند. وقت رسول شوهرش خبر می شود هیچ اقدامی نمی کند. می گوید بگذار برود. او که با من خوش نیست، تلاش های من هم فایده ندارد. اما خانواده فریبا او را از تهران پیدا می کنند و دوباره به خانه می آورند. فریبا بار دوم تصمیم به فرار می گیرد. به رسول می گوید که می توانی دختر من را پیش خود نگه داری. من خوش هستم تنها باشم. رسول می گوید نه ببر، با خود ببر. چون دوست دارم هرگاه به دختر من نگاه کنم خاطرات تو یادم میاد. هر جا میری به سلامت. سه بار طلاق هم میگوید که بار مسئولیت از دوش او دور شود، اما دلش پر از درد است. این بار فریبا موفق می شود تا به ترکیه فرار کند. پدر و مادر و یک برادر با کاکای فریبا به دنبال او ترکیه می روند. در ترکیه دوباره فریبا را پیدا می کنند. به فریبا می گویند که بلیاز خدا این بد را کردی، اما بیش از این ما را رسوا نساز. باش همه یک جا اروپا می ریم، به تنهایی نرو. یک هفته با خانوادهش می باشد، اما پس از یک هفته از نزد پدر و مادرش هم فرار می کند و به یک شهر دیگر ترکیه می گریزد. در آنجا پولهایش تمام می شود، چون یک پسری که او را فریب داده بود که تو را تا اروپا می برم چند شب و روز با فریبا می باشد و بعد پولهایش را می گیرد و فرار می کند. فریبا با چشم سفیدی و از روی ناگزیری به رسول در ایران تماس می گیرد و می گوید که پول تمام کردیم. با پول نیاز دارم، لطفاً کمکم کن. رسول هم برای فریبا پول حواله می کند تا فریبا بتواند به اروپا برود. فریبا پس از یک ماه با قایق به یونان می رود.
کرد و از آنجا با حیله و نیرنگ و آشنایی با قاچاقبران و دیگران تا سیودن خود را می رساند. اکنون 3 سال می شود که در سیودن زندگی می کند. هر از گاه با کسی رابطه می گیرد و بعد رابطهش برهم می خورد. تکلیف روانی پیدا کرده و دولت سیودن هم از کیس واقعی او خبر شده که او همه چیز را دروغ گفته است. فریبا حالا در کم زندگی می کند. به خاطر قبولی به دین عیسویت روی آورده و روزهای یکشنبه به کلیسا می رود. خانوادش از شرم مردم به ایران یا افغانستان نمی توانند برگردند و از روی تنگ دستی و ناداری هم نمی توانند تا اروپا خود را برسانند. رسول اکنون با یک زن نیک‌کردار ازدواج کرده است و زندگی خوشی دارد. اما او سالها فریب فریبا را خورد. دولت سیودن یک بار برای 2 هفته دختر فریبا را از نزدش گرفتند. چون او پروای دخترش را ندارد و به خوشگذرانی مشغول است. فریبا هدفش را در زندگی از دست داده و با مشکلات روحی و روانی سر دچار است. دولت سیودن این بار قصد دارد تا دخترش را برای همیشه از نزد فریبا بگیرد و به یک خانواده دیگر بسپارد. این بود داستان زندگی فریبا. حالا قضاوت به دست شماست. آیا فریبا مسیر درست را رفته است؟ در زندگی همنشین و دوستان دوروبر ما تا چی اندازه بالای ما تأثیر دارند؟ نظریات خود را با دیگر بیننده ها و شنونده های افغانستان ژورنال شریک سازید. ممنون که با من رامش آرمان و همکارم نعیم شریفی هستین و کانال یوتیوب من را دنبال میکنید. افغانستان ژورنال آینه واقعیت ها. کانال ما را سابسکرایب کنید و مطالب من را با دیگر دوستانتان شریک سازید.